چی بود اساس شده واسه بابا چه عالی کورتینی که چی گفتم موندی میخی اگان فلم بزن چی بنال چی درد چی از لالا ریموت تلویزیون بیار تو بخ ریموت من خسته نمیتونم بخ لالا بخی ریموت تلویزیون بیار میگا برو خودت برو نمیرو برو دیگه نه ریموت تلویزیون بیار باز موبایل کار کن بخ برو دیگه خودت بخی فلم مونده برو خودت برو بخی کنال شروع میشه برو خودت یک دفعه ریموت تلویزیون بیار میگم بخی حالا خودت رفتن نمیتونی نه نمیتونم از اونجا پارت شو تا بیار مایده نمیشه نمیشه برو ها نمیشه بودا مایده نمیشه از اونجا بگی نه آقا مایده شو توانی سر نمیشه برو صحیح پارت نو شکستاندی ریموت شکستاندی حالا پای نداری که تا اونجا میرفتی ریموت میگرفتی فلج از پای ما پدر دکسش موندی خو یک ریموت از دیگه قیمت هم نداره زیاد باشه 200 افغانی باز دیگه شه بخر جان جور باشه همین دیروزی را خریدم از دیگران شش ماه میشه یک دلار ریموت از شما از بس که تفاوت هستین یک روز والا گفت تو تاوان تو میدی خیره باز یکی دیگه شه بخر پدر که چیز نداره قیمت نیست دیگه فکر ریموت تلویزیون است نه دوکان ها زیاد پیدا میشه اوه ای گلدان مقبول به 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 سرو دلو سرو بله پدر سلام ای گلدان مقبول صبر صبر دست نزن پدر چی میکنی دست دیده ای دست نزن ایره خب من خریدم خوشم آمد گفتم باش به خانه بخرم اگه بشکنه خود تاوان میگیرم این قسمت چه خط کردی گشنه گالگدای مرا در گرم زدن نمیمونی تو بیخی رنگ شه بردی مرا دلو همه تلیفون تا مرا مزنگ دیم پدر این گلدار تو خریدی نه اینی گشنه گالگدای خریده او بچه خو نزندست میگم نزندست که نمیرم من خریدیم خوب بشکنه دو برابر شک از تاوان نگرفتم اینی جای نشونی آره چم خریدی اقا گفته رایستی چم خریدی بیچنه و بیمره در گفتاد رو پشد دینروز ریموت دو صدی را دو صدی گک میگفتی آلی یک دانه گلدان افتاد رو پا خودت خریدی آلو را ما را نمیمانی که دست بزنیم که نشکنه امو به گب بیخی دقیق است میگه مال مردم دل بیرام آلی پیسه از جیب خودت رفته آلو کی کار میکنی برگم شکت گلدانت پشا پشا گم چست میشه آنه خود قسمت چه خط کردیم نه خود خود تو سعی کنم نه 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 دست خو میگم میگم دست نه باز کو کی کو خیر خط کردی میشه به تو همین گلدانت هی کتی چه خط کردی جایشا به جای کدی اینجا بودی لالا رسم امروز معلم آفرینی داد برام رسم کشیده بله یک تتالا دو تتالا یک آفرین برام داد بسیار تصفیقم کرد این رسم هم گفت دیگر روز بیار گفت بسیاری مانای خوبی تالا گفت در مکتب در اداره بندش بکنید طرفی قواریت که من میبینم نه خودت یک شهکار کرده باشی اینه اینه رسم تایی که لالا جان اینه رسم بسیار خوبشه چلا لالا لالا چلا اولی چیز که کشیدی ای بسیار آفلین گلفتم گل تو خدا بازی میتی آماره یک تالا دو تالا یک آفلین او یعنی یا نیست ای که یعنی استاد دیده است متخش کده گو بیار در بندش میکنم گوش که استاد پم چند من زبق نداره زبق شد پوپا نک زده ای که چش بایی دیره زده که شاخه که دیره زده که نه که ای که رو تو رفته نه بچه بخدا بازی نه تی چند دار رسم نکشیدی سعی آدم رو رسم نکشید زبق تو لب پوپا نک زده بله حتما لالایم سعیی ندیده یک رسم میکنم که آقایم به آقایم نشان میتم به آقایم آقایم خوص میکنه این دفعه به آقایم نشان میتم بیا آقا خوبست که آمدی آقا دان آقا دان بیشی آقا جان بیشی بیشی آقا جان درس خوندی بچه آقا جان درس خوندم یک رسامی بلد میکنم آقا جان با
با آقایم چی بکشم؟ چی بکشم با آقایم؟ یک دلختک میکشم خوب سهی دلختکی؟ ستاره گرفتی بچیم؟ آه ملم ما ملم ما لطامی مدید ستاله داد یک ستاله دو ستاله یک آفلی نام خدا یک دلختک بلد بکشم آقا جان بس رو میره نه آقا دان دلختک از اینکه چقدر وقت بود بچیم ای چی رسم کدی؟ چلا؟ درخت گریان میکنه؟ خود این دیگه دلخت داداش دست آقا جان دیگه ولی شب نلسیده بجای میوه میوه نکده بجای میوه گریان رسم کده بچیم بیبی چیزی رسم کو که با واقعیت نزدیک باشه خود هیچ واقعیت نداره بچیم اول خود داداش کی درخت میرویه او که نباشد درخت از کجا برویه درخت های خانه خود ما را رسم میکدی بچیم که هم میوه میکنه هم دوا میزنیمش هم وارسی میکنه ازش بچیم اونو درخت رسم میکنی خوب تا آقا دار بچیم درخت چشم نداره که گریان کنه بچیم با ددش بیخی نمیرویه بچیم تو چیز رسم کن که با واقعیت نزدیک باشه بچی کلم بیخی از این رسم تیر شد آقا جان خوب در سای دیگه تا بخوان بچیم کنه نام خدا ستاره گرفتی تا دیگه در سای ستاره بگی بچیم این رسمی ستاره نه بچیم این رسمی تا بگی بچیم بگی این رسمی تا بگی دیگه این رسم نکش بچیم در سای دیگه تا بخوان من رفتم دیگه در سای دیگه تا بخوان پشت رسمی نگرد بچیم ای رسومی تو رام رشخن میسازم مرا دیگر رسومی نکن با مال خدا من رفتم بچیم که با کار دارم بله هرچی کدی نمی یا لسخندی کنم نه بله میکنم پولت کنم مریض روان کنین بفرمایین سلام دکتر صاحب دلمرغی سلام علیکم خوب هستین؟ سر شما خوب؟ بفرمایین سلام دکتر صاحب خوب هستین خوب هستین خسته نباشین زنده باشین شما بخیر باشین سلامت خدا و نجات نسید دکتر صاحب این نتایج معایناتم است خب یک هفته پیش معلوم شده بود دیگه از خیرتون نمیره بررسی کنین که این سرنوشت ما بخی نامعلوم است بفرمایین دکتر صاحب اجازه است سلام علیکم جناب دکتر صاحب عزیز مرا دکتر صاحب دلپور پیشتون روی کرد شما خوش آمدین بخیر خوب هستین سر شما فرس نتیجه مانایت ما چی نشان میتن شما صبر داشته باشین بفرمایین دو چوکی بشین که مریض آجل داریم واسه بفرمایین دو چوکی بفرمایین تشکر قربانتون سلام علیکم نگفتین که این نتیجه مانایت ما چی نشان میتن فقط صبر نشان میده بفرمایین شما اونجا باشید شما چی تکلیف خدا نکنه که خواهش میکنم دکتر صاحب پردلخان مریض شوه چی تکلیف داشتیم تکلیف ممی است دکتر صاحب که امی قف پایم گرم فرق سرم یخ میزنم فکر میکنم مایناتو هم گرفته بودیم بلا مایناتتون هم باشه خیره گرچه من مایناتا نوام برای شما میتونم اما اون مایناتا دیده مایناتا نوام دیده باز پیش میریم خیر باشه بسیار خوب دکتر صاحب چی هستم میشه که برای من یک قلم دوا یا چیزی تجویز کنه دوا براتون نشته میکنم 100% دکتر صاحب ما یک هفته میشه که آمده رایستم نتیجه معاینات ما معلوم است نتیجه معاینات ما را هنوز بررسی نکرده هیچ ما را میگن صبرم کنم آلیا خیلمیم روز آمدن چندان آزمایش دقیق هم ندارن خیلی چرا اینا را معاینه میکنین شما من در کار کردن نمیمانین ما براتان برادر نسخه نوشته میکنم ببینین شما ای تو براتان بگویم اگر شما مثل ای برادر ما کدام دکتر صاحب میشناسین یا از خیشایتان است یا از قومایتان است یا از همسایهایتان است خیرش رو بر شما حق اولیت میدم فقط برای شما گزیده صبر داده میشه بس قربانتان دکتر صاحب عزیز چشم اسود کور باشین بر شما نسخه نوشتم صبر چقدر صبر یک هفته شد دیگه صبر داشته باش فال میبینم فال های ناب میبینم
فالهای لپ و جپی از کف دستتان میبینم. بیاین بیا دیگه. بیا. سلام علیکم فالبین بیادر. وعلیکم السلام. جور هستی؟ بخیر هستی؟ صدت خوب است؟ چطور هستی؟ خوب، بخیر، زنده باشی، چی خبرا، چی گپا، چی مشکل، چی جنجال؟ هی گمشک فالبین بیادر، پدرم خمر بیخی دیوانه کده دیوانه، دوا خورده، مغز در سر مرمه نماند. دوا را او میخوره، مغز در سر تو نمیمونه. آخو، من نمیمونم که زیاد دوا بخوره، سرش زیاد شده. از دیگه خودت تو میفهمی که دوا کلش کیمیاویست. کیمیاویست. اگه یک جای جور کنه، 40 جای دیگه را میزنه خراب میکنه. واقعا. باز خدا یارا جان آقایم، امی پرستمول بیخی کشمش نخد ورده می جیبش است. یعنی کما که سرش هم درد میگیره، قرب انداخته میره، خورده میره تا که سرش آرام شود. الله. من چند دفعه گفتم که می کار نکو که نقص داره، ضرر داره، که من جنگ میکنم، به گپ من گوش نمیکنه. آ تو یک روز مرا بیخی از خانه کشید. اول من بیخی با تشویش هستم که چطور میشه. اینا رو تو این فال مرا بیبی که آینده پدرم چطور میشه، این عادتش گم میشه نمیشه، رای حل از چی است؟ رای حلش چی است؟ شد؟ بیخی قلب ما یک رقم ساخت. چرا؟ میفهمی او خواب برده او برده بابت معتاد شده. چی میگی؟ اگر غمش نخوری قلبش بیخی دیگر رقمی شده. چیگه چی خواستم؟ دیگر رقمی به این مانا که آل فعلا او قلب نیست، سمبول قلب است. قلبش آهسته آهسته به مرور زمان، به مرور روز، به مرور ساعت، به مرور دقیقه خراب شده میره. کوشش کن که دم از ایره بگیری، غم از ایره بخوری. فهمیدی؟ اگه ایره نگیری از بین میره. چی میگی فالبین بیادر؟ ما زیر خاک و خاکم در سر ما شد. نه حال سر خاک چیستی؟ چشمای تو هم کم بین شده. منظور میز فالبین صاحب تباه شدم، برباد شدم، پدر من دستم رفت. نه انوزام نشده. من غمشم میخورم، این گپا پیش ماست. غمشم من میخورم، تو چرا وار خطا میشی؟ ما برای چی هستم؟ بگو رای حل چیست؟ بگو رای حلش؟ ما برش یک دانه تاویز میتوم. خواه تاویز؟ یک دانه تاویز میتوم که تاویزم میفهمی در کجا بانی؟ در کجا؟ در مابین بالشتش. خواه امیتو پوشموش نی، فقط در مابین بالشتش، بالش شواز کو به حساب ششتانه دکه و دکه غرب مابین زمین تیرس کو. و دوتام شویست میتوم. شویستا این شویستا رو چی میکنی؟ این شویستا رو چی میکنی؟ میفهمی؟ خواه این شویستا رو دونمو جک یا افتاوه یا هر چیزی که از او میخوره. این میره خوب بشه که نفهمه که در شویست انداختی چیز انداخته شده. فهمیدی؟ این تاویز هم در زیر سرش دیر کن. فقط یک روز بعد میبینی که تاثیرات کار ما چقدر برد مارو میشه. زنده باشی فالبین بیادر. یک لحظه. خب و بگو چی میخوای؟ تو فقط بگو چی میخوای؟ را برو. ای خو مفت با دست نارده. من بفهم. من را مرم بگو. فقط دسته تا. اما تو چشمای تا پود بگی در می جیب درو کو. بکش هرچی که برامد کلش برای ما با اینجا تسلیم بده. اینا می چشم پود دست با در می جیب میکنم. امی هرچی برامد است تو. اینا تو خنده کو. اینا خوش خوی اما تو. ایچ حسابش هم نکنی. اینا ما هم ایچ حسابش نمی کنم. ای شویست، ای هم تاویز، برو بخیر. عمل کو. جور سلامت باشی. تو هم جور سلامت باشی. بخیر باشی. من از پیسه خیر ببینم، تو از تامورو، از شویست. برو بخیر بیدی. برو بخیر بیدی که دیگه بیایا. فال بینم، فال میبینم. فال های ناب میبینم. چرا؟ سلام بیادر. اجون دیگه چای زیاد خوردیم. قصه گفته اید نه وقت نفهمیدیم که این وقت چرا کم تیر شد. بیادر نزدیک چاش تست
دیگه ما رفتم به اجازت میریم کار دارم. مرا بیاب میکنی در منطقه؟ نه پیشم سایه مرا بیاب میکنی؟ نه ای گپ ها را نزن؟ بسیار بعد گپ هست که در این ساعت از خانه ما برای این مردمی هم سایه ما این دوکاندارا چی میگه؟ در چاشت روز از خانه کشیدش. باش یک لحظه چی شدی؟ پیتو بیا بچه میگی ناسا را جمع کن که چای خود چای خود را پندیدیم. والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام. بگی بچه میگی بان که ما برون بیادر نه یک لحظه یک لحظه ما وقت دستور دادیم که حق تران پرده گوش کن آقا جان ببایده بگو بچه بگو در برنج اتروغن پرتو اتروغن پرتو که در میدانت بانی شرط که در میده برسه یکی و خلاص آقا اینال باز فشار خونت بالا میره دیگه باز یارا اینال تو هم گفته بودم فشار خونه هم گفته بودم ما امروز تصمیم گرفتیم که اما تو یک قابلیش اما تو چرب و گوشدار بخوریم یکی و خونه هست مرا ترمز بطه فشار شکر خودت چطور هست؟ از ما دیگه فشار شکرم خوب است دیگه خوب است امی اگه خراب است که ما بگویم که هیچ روغن نندازه دمی او جوشش بده نه دیگه اول خب ما را میمونده که میرفتم این حاله که شلستی بیاده که بیشی دیگه میشینیم دیگه خلاص اونا پخته میشه دیگه باش که می اولوه دفعه بیدر نه شکر ملامت است بیدر نه اصل ملامت است نه قند ملامت است این که تا گپ است شکر نخو که شکرت بالا میره روغن نخو که ما چه چربی خونت زیاد میشه اطور است که یوقت روغن دشمنی داره برادره امی ساده برات بگویم بسیار علمی شه برات بگویم امی خونی آدم خود در بین بیلر روغن نیست آه؟ از تنوالا که خون از خود جای داره، حساب داره، کتاب داره، دیگه گپای ناک مره چند روز پیش میفهمی چی شد؟ این از این جمعی اولاده ایم کدام توش رفته شیطانه کده دم دکتر نزدیک خانه با دوست آقای ما هست صدا کرد که بیاده پر چیک کنم بیادرم ایچی تا خونه تا چیک کنم بیادر از ماینات شکر برد نوشت خوب یارم این گپای زیری شیندو بم تایران ماینان ماندم که چی میگه بگه تش بسیار آبرو بسیار کم آمدن پیش این دکتر خوب ما در زندگی پیش دکتر نرفتگی نرفتگی بگه تش ما کسی که دکتر اصلا تاویل نمیگیرم مریض بشم گولی نمیخورم آفرین نه دیگه بعدی بشی گلو نمیخورم او نموز که از اینما تو تنومن ماندی ای نه او گل بیادر امیاقت روغن دشمنی دارن ما دوستیم که اما تو تا آخر اما تو جایی و پایی دوش و دوش بروغن میریم یک کار کو امید کنسل کو میریم فهمیدی میریم در کچک کافروشی خوب یا چای نکی بگیریم نه نکو تو با کنسلش کو کن نکو کال گفتیم وقت برنج اینه برنج تر کده باز خراب میشه گوش کن نصر تو بفهمه نصر ما سر کار رو نمیفهمی پتاو بچه کنسل ما درست چی نه هموطنان عزیز و دوست داشتنی سلام با گزارش آب و خاک امشب ما خوش آمدین باز هم به خاطر شما به ارتباط مسائلی که به شما ارتباط میگیره یک گزارش بسیار کوتاه داریم البته بعضی از کسا چنین مشکلی را دارن دوستای عزیز تفریح خوب چیز است باید تفریح بریم تفریح بکنیم اما متاسفانه که بعضی از فامیلا امی فرهنگ تفریح رفتن نمی فهمند خود گفتین که چه رقم مثلا به تفریح میره که در اولادا دیگه خودش قرار کرده که اندیوالای خود چیستی ها کده فامیلی چیسته خربوزه میزنه اشتوکایش یک فامیلی دیگر رو مزاحمت میکنه یا مثلا یک چیز سرشان مندازه یا مثلا عق و ناق میره میگه که اینی چیز بده یا از او چیز بده یا مثلا از سر امو توشک هایی که بیچاره ده او جوار میکنه اون فرشکی که اوار میکنه اونو را مثلا از سرش تیر میشه کثیف میکنه دیگه این رئیس فامیل دیگه تفریح آمده دیگه تفریح که آمده دیگه در قصه اولاد نیست در قصه اداره نیست در قصه خود نیست خراب تفاوت شده یا مثلا بعضی از فامیلا بسیار محترم و محترم هستند که مثلا وقتی که تفریح میرن دیگه کاملا اما اوش و گوششان طرف اونو تفریح میباشه دیگه از اولادش خبر نداره
مثلا خودش قرار در غم قصه غرق است، اولادش اوات سیل میکنی که دو سه تای دیگه خود انداخته دک دریا، دریایی که گوسنگا را میبره و یه میره خود در اوجا مندازه. ای چی وقت خبر میشه؟ یک وقتی که مثلا نور از دریا میکشن که نفس نداره، جان نداره، با دمسار سرش میزنه بیره یک گال را مندازه، یک گال خاک در سر تفریت در بدر شد، خاک بسر شد. باز دیگه اینمیست که بیادر یک چند فامیلی که در اوجا آمده وارم جیگر خون میسازه، اونا را بیچاره را وضعیتشان خراب میکنه. دیگه با امید ازی که دوستایی که تفریح میرن فرهنگ تفریح رفتن بفهمن، یک کمی مراعت بکنن، از ما خفه نشن. دیگه مشکلات است که ما از طریق اینمی برنامه و رقم های مختلف به شیوه های مختلف به تصویر میکشیم. سزگه تشکری قلمن، یخشی بلسز، ساخ بلسز، تاسی پاپا که لاس بارو اللهم بلشه. بچه ها جور بخیر، گفتم فردا ساعت 6 بجه حرکت از طرف پغمان. دیگه موترم تیار است، دیر نکنین گفته باشم. بره خدا یارتان. او بچه تو یک دفعه طرف درخت ها سیکو، تو خودت خود چای خورده، او خورده، در ذخیره او نماندی، در ترمزا چای. مگه می فکر ده یا نیست؟ ولی همی خوب او ضرورت داره. او پدر، حالا من می درخت ها رو داده می تانم. اونا صدا که کمدله که بیای او بتا. من زیاد کنم خودش شده پت کنم. کمدل؟ او کمدل؟ من بخی خیلی داده در گاد بیار بخی. او بله از چهار تا قومت پدر. حالا من باز همی کار رو کده می تانم. امی سن سال من ایجاب می کنم. من برم امی کپسول گاز رو برم پر کنم. من خیلی رو کل کده می تانم. حیف شخصیتم نکده. او بچه در نان خوردن خود شش شکم و ساز هستی. با دکار خانه کل دیگه بانه میکنین. من نمیتونم، من رو بده بیرو بونم، من دیوالای میبینم، من چه کمر زرد هستم، من دسک کمر هستم. او بابیت که 80 سال هست و بیچاره کار میکنه و خود دسک کمر نداره. یک موسفی دادا میره پشت گاز، یک موسفی دادا میره پشت نان، یک موسفی دادا میره پشت سودا، به خاطری که شما کار نمیکنین. اولاد داره، اولاد بی ثمر. اون کم دل صدا کنم نمیتونم. بو بچه بخواب بسمه سنما سای کولی چه قسم نان خوردن است؟ خریم مشقابه که گرفتی اینم بطی نه؟ اینم بطی تیز 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 خونه کده برده دانه. اینم بطی یک لوتش که دادی خودش میره در میده، میده سازمش میکنه دگه. آه رو دیدم بادرنگ دانه چی میگن؟ انگور دانه دانه میخوردی. اینم بطی مشت که انداختی قد دفعه مشتکی بخور. تو کم کم نخو دگه. اولاد یک بار در خانه نان بخورین و چند بار دیگه در دالیس، در روی یولی اینم خیلی نان خوردن خوب یاد داره. تو خودت خوب بیکاره بودی، دیگارم بیکاره کردی. اونو میبینی که بابا کلان ریستفیدت اونو پیکنیک گرفته ولی میره پشت گاز به خاطر که نواسای نازدانه داره، نواسای بیگاف داره. بخیزه، بخیزه برکت که بیده بیده بادر، بادر کن پیکنیک بار بون ایره میگی آلا آقا بخیر ایره میگی تو را میگی میگی ایره میگی ایره که میگم تو را میگی بخیر تو را میگی بخیر 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 آلا 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 بخیر 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 تیز بخیر بادر بون بخیر بخیر آقا ایره بکشم بخیر تو برو بخیر درود و ادب خدمت شما بیننده های بسیار عزیز و محترم. به پایخانی امشب ما خوش آمدین. موضوع یا قصه پایخانی امشب ما به ارتباط غیرت در قدیم است. بله 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 بله. همین خورده ما با بزرگان ما قصه میکنه، میگه در قدیما یک کسی که در یک جای میخواد در کوچک کوچ بره یا در یک دولی بشینه، اول سعی نمیکرد که نمی اولی چه رقم رنگ شده خانهش، او داره نداره، مثلا خانی پخته هست نیست. اولین سوالش این بود که امی غیرتی دان کجاست؟
غیرتی کوچه غیرتی را اول باید منطقه کی نشان بده غیرتی را کوچه دوز نبیان سر شاو نبیان نیمی شاو نبیان مردم کس آزار نتا یعنی می غیرتی کس بسیار مهمه در یک منطقه نه بس امو مردم یا موسای باولی اول غیرتی رو می آورد این غیرتی رو که سیر میکرد امتحان هم میکرد غیرتی را امتحانش هم میکرد میدید که این کوچه غیرتی داره بسیار آدم درست است آدم عیسی است با دل جمع چی میکرد؟ چی میکرد؟ اینه میجا بیدر کوچ می آمد کوچ می آمد مثلا اینیم غیرتی رو امتحان میکرد میگفت که یک چیز برش می آورد مثلا یک گرگ در جانش اعلام میکرد نه؟ اینیم غیرتی دیگه گرگ پیشک باری می گرفت می گرفت در قدیما گرگ پیش غیرتی ها پیشک باری بود اینی پیشک ها که ما نه از پیش اونمو غیرتی ها بود اونمو گرگ هاییست که در دست غیرتی ها چی شده؟ پیشک شده پیشک شده ما گپت تایید میکنم بیخی گپ دقیق است بله بله او زمان ها تیر شد دیگه قسمی که از بابا کلان های ما قصه میکنن میگن که ما یک باغ داشتیم در این باغ درخت های آلوبالو بوده این وقتی که میوه از یا پخته میشده میوه از یا پخته میشده سیل میکدی چی سیبای سرخ سرخ است همون تو کلان کلان و خوب خوبش اما بوی سیبه نمیداده وقتی که میکندیش چک میزدی بوی امت داشته غیرت داشته مزی آلو بالو رو میداد مزی آلو بالو رو میداد این فکر میکردی که کان غیرت هستیده میوه و میوه های آلو بالو های آله آلو بالو های آله پیش آلو بالو های او وقت که غیرتی بودن به اندازه نقطه معلوم میشه بله 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 این اینقدر درخت های غیرتی بوده و میوه های غیرتی بوده میوه های شیرین و غیرتی بوده از بابا و بابا کلان من نوسته شوی همه خاله بابای ویش قصه میکد چه خوب قصه کردن به یاد غیرت های سابق افتاده مام چی وقت های بود چی زمان های بود جوان ها را چی میکنی پیرا را چی میکنی یک چیز ناچیز یک چیزی که بی جان بود او بی جانش هم غیرت داشت غیرت داشت امت داشت امت داشت از ما که بود از اشت پشت ما از ما که خدا بیامرز استفاده میکرد از ما او غیرت هیچ که بود تکه بود تکه جانش همین تکه که در کالایش هست چقدر او وقتا در زمان ها در جان بابا کلان بوده مادر کلان های خدا بیامرز ما در کش و گیر کده ایره چقدر در کالاشوی ایره شقانده او چی کده در یگان جنگ های در یگان جنگ های کوچه او در کوچه او این کش و گیر شده اما سعی که یک نخزی به جای نشده یک نخش یک نقش این تو غیرتی بوده که یک نقشی به جای نشده تو مردانگی بود، امت بود، غیرت بود خواست لا برای قصه شما شما بزرگای قصه‌گر در یاد ما آمد که در او وقتا از بابا کلان ما دامات شوی همه خالش یک دانه خروز داشت که در او وقت در این بسته شهر کابل صرف اینم یک دانه خروز بود و این خروز اینقدر غیرت داشت اینقدر غیرت داشت که از غیرت همی خروز بود که کسی را کشته را میتونست یا کسی جرات نداشت که من در منطقه کنم خروز دیگه را بیارم این خروز تا وقتی که زندگی کرد هیچ خروز دیگه غیرت نکرد همت نکرد که باید که از این خروز جنگ کنم اینقدر همت و غیرت و شجاعت داشت حتی آدم هم جرات نکرد که بگیرم که در خروز دیگه جنگ کنم 100% بله بله این اولین خروزی بود که از خود دفاع میکرد چرا جنگ کنم؟ جنگ نمیکرد دفاع میکرد چرا جنگ کنم؟ بیا برای من دلیل بگو اینقدر غیرت و شجاعت داشت چرا جنگ کنم؟ دوستای عزیز تشکر از حوصله‌مندیتان تا هفته آینده که باز هم در خدمتتان قرار میگیریم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم خداحافظتان شبتان خوش خدا حافظ و ناصر سلام خوش آمدین بیننده های عزیز به میز چارکنج امشب ما به امید صحتمندی همتان از بی‌خبر رفتن در محافل عروسی تا گرفتن عکس و ویدیو به اجازه و هم گروهی برای بحث بیشتر مهمانان محترم با خود داریم جناب صاحب محفل و مهمان ناخوانده‌شان سلام خوش آمدین خوش باشین خوش باشین و خیر باشین بفرمایین اول از شما شروع میکنیم صاحب محفل چی بگویی خصوصا یگان تارا او بیا در قربانت شام صدقی شام تو را که در محفل خبر نکده البته کتت نداره نداره مرده و زنده را مرده را خدا یک بغل نگاه کنه امی کده تو نداره او بیادر آید نداره باز او بیادر قربان چوام صدقه چوام تام کدام محفل داشتی در محفلت خبر نکدی این حال قصد خدا گرفت نه تو نام در خبر نکدی خوب کده باز گپ دیگه او بیادر صدقه چوام قربان چوام
همی محفل والا یک مشتک عقل داره به اساس از اونمو عقل خود و کسی را تعداد کسایی را که خبر میکنه به اساس از او دیگ خدا، پخت خدا، چوکی خدا، کل چیز خدا پلان میکنه او بدر. باز روی هم رفته، باز روی هم رفته. از طریق امین مایک اعلان میشه که جانم قربانت شوم میمانای عزیز، این اجازه عکس با عکس گرفتن و فیلم برداری را ندارین نکنین. اما یک تعداد از این میمانا یک گوشه در میکنن دیگهش دیوال، یک گوشه در میکنن دیگهش دیوال، از امین گپ از این گوشان میدره، از دیگهشون فرفرق وری مبره، یک دم قصه نمیشن. اینه اینه به اساس از این میگپ در محفل عروسی در شب روز عروسی کتت آرس خیل چند جال ما خیست؟ جنگ تان خیست، جنگ ما خیست. حیف حیف هست بخدا. خب از شما میشتیم جناب میمون ناخوانده، چطور در پس این موضوع بی اجازه عکس گرفتن و بی خبر رفتن در محفل عروسی کسه؟ با عرض سلام و ادب خدمت بینندای عزیز و محفل دارای عزیزی که دلسوز هستن دیگه، گپی هست در این شرایط بیکاری و بیروزگاری نیست، بسیار غلط است، بد است که یک همسایه یک کسی عروسی داشته باشه همسایه خود خبر نکنه. این بسیار غلط است. باز ما را که مثلا ما بیخبر میریم، این از محبت ماست، از دوست داشتن ماست. دوستای خود که خبر میکنن نمیه، ولی ما بیخبر میریم. اینی رو در نظر بگیرم، کسی که بیخبر میره حتما یار دوست داره، از قوم خویش که برش پیش است. باز ما که در روسی شون میریم مثلا یک عکس یادگاری میگیریم یا فیلم میگیریم، این می عروسی رو رنگه میسازیم، رنگه وقت سفید بود محفل رنگه میسازیم و کلگی بگویه که چقدر این می مردم عروس چیز دوست داره، نه صاحب محفل تا دوست داره، محفل داره دوست داره. برای مردم یک مسئولیت ذهنی باید باشه که کی است، سوال خلق شوه. باز ما یک ویدیو یک مثلا عکسی را که میگیریم بخاطر زی نمیگیریم، بخاطر زی که پیش ما یک ثبوت باشه. ما مثلا میگیم دیگه عروسی رفتیم، یک کسی میگه که چی اسناد داره. وقتی که ما ویدیو رو نشان دادیم، عکس رو نشان دادیم، بگه تست یا یک اندازه شیر کردیم خونو باز مردم میفهمه که واقعاً یا عروسی رفتن، عروسی رفتن. اینا کسایی هستن که دروغ نمیگن. یعنی شیر هم میکنی؟ بله بله بله. خب بیننده‌های عزیز، دلایل دو طرف شنیدین، اینا رو خودتون قضاوت کنین که ملامت کیست، سلامت کیست. این بود میز چهار کنج امشب ما، تا میز چهار کنج هفته بعدی، خداحافظتان. اعلان نوتی، اعلان نوتی که از بی کلسیمی پایت رواق گشت آقا جان. بشی آقا جان. سلام علیکم. سلام، خوش آمدیم به شما خانه فوق خارجی. فوق خارجی؟ بله بله. ما از ولایت آمدیم، گفتن که یا بسیار دفتر خارجی دارن. بخیر باشیم، سلامت. رسپشن همیجه است. بله بله، رسپشن همیجه است. شما ممونای هستین که به نظرم تال فیستان تاویل نکدید. نه نه. احنا بسیار خوب. میشه که اون فرم ماینات تانا بیونم؟ اینه بفرمایی سه، اینه. بخیر باشیم. مجموع پول که شما باید پرداخت کنین 1500 افغانی میشه. چی؟ بله. 1500؟ بله بله. خب بچه، یعنی دوا نگرفته هم ماینه نکده 1500، این به خاطر چیست؟ آره 1500 یک ماه کرای خانه مستی، چی رقم یک؟ محترم، من نگفتم که کرای خانه تان چند میشه، من صرف گفتم که هزینه آمدن تان در شفاخانه ما 1500 افغانی میشه. 1500؟ اشتباه را این خود نیست یعنی؟ نه. پیسای دوا را من کلش دادم، کلش پیسای دوایتان ندادم، یعنی فیس مونده خلاص. محترم، مرا به دوایتان غرض نیست، من مسئول دواخانه نیستم، وظیفه من صرف اینمیست که فیس دکتر را جمع میکنم از پیش شما. چی؟ تنها فیس دکتر 1500 میشه؟ بله. این دکتر تون چی کرد؟ خو یک فشار پدر مدید، اون فشارش بالا بود، یک پندک دوا داده، یک پندک دوا داده که خوب کار نکد، نه امارایی کرد، نه کدام کار دیگه کرد. خدا فضل کرد کدام اکسری، کدام عکسی با آقای من نگرف از دست و پایش. اگر نیم آقای من اینجا گرام میکردم خودم میرفتم خستگی پول شما را میدادم. حال تو زیدی 1500 من از کجا کنم؟ ببینین محترم،
دکترای ما دکترای عادی نیست، اما قسمه که من براتون گفتم اینجا شفاخانه فوق خارجی است. در این شفاخانه از هر 5 نفر دکتر 3 نفر از خارجی است. یگانه فرق که دکترای ما داره اینم است که اینا خارجی هستند و ما هر ما اینا را از خارج میخواهیم. از این خاطر یک کمک فیزشان بلند است. خوانه تو خودت فکر کن، مصرف رفت آمد از یا سرماست، مصرف نان خوردنشان سرماست. دیگه یا نان افغانی را نمیخورن، مجبور بر از یا پیتزا بخری. اول خود بود که پیتزا خورده بیخی قواری پیتزا را کشیده بودن. آلی چی فرق داره؟ چی فرق داره که عادی نیست؟ آلی یک تان زیاد داره، یک بینی زیاد داره، یک چیز که میگه از دیگه دکتر را فرق میشه. سایگو بچه آقا جان، امی 1500 یک دونه کراچی چارتایی را بخر. آها که نه به اصلا احتیاج داشته باشم نه به تو. آه خودت بری و بری. آه چه می شار جات است. آه پیسی زیاد است. آه پیسی تان زیاد است. خب پیسه را بتین نکخی. پیسه را بتین. چی را پیسه را بتین؟ دکترهای نارنجی نازک نارنجی تان از جیب ما پیسه چه میکشیم؟ ببینین محترم، دکتر ما اگر یک نگاه سرسریان به شما بکنه ما ازو پیسه میگریم. شما رو خط و فشار پدرتون دیده باید پیسه بده. سعی کن ما پیسه مایسه نداریم، ما پیسه نمیتیم بگیرنوی این دوای تانی دیگه تان ما پیسه نداریم. من دواره چی کنم؟ نه پیسه خودش هم میتیم نه پیسه دوای چا جنجال نکنه که بخش رسه گردار خبر میکنم با ندارم پیسه. پیسه مایسه نیست، ما پیسه نداریم. بریم آقا جان. ببین محترم از جنجال نکنین، نشکم گاردار زنگ بزنم از دار دروازه نبنا اجازه تان نتا. هر کس زنگ بزنی ما پیسه نداریم. اصلا رو بگیم و دویده میتونم. دویده میتونم. آه بیا. مچم کمی مواد ازی چی بود؟ اوه خوب شد که در موبایلم یادداشت کرده بودم. تو باش تو که بمیارم. ماسک خانگی از بین برنده لکه های قهوه دست و صورت، سرکه 1 قاشق غذاخوری، آب لیموی ترش 2 قاشق غذاخوری، خمیر مایه. خمیر مایه؟ یک دفعه لکای روی ما باتر کلان نکنه. نه حتما یک چیز را میفهمن کجا گفتن. دیگه چی است؟ 1 قاشق سرکه سیب. اوهو او این خواست تیزاب بیتریان برنده تر است. خیره چیز میکنی کلش خوردنه است، کلش خوراکی است. دیگه چی است؟ مواد آخرش گفته کریم دندان. باز گفته ایناله اینا را خوب مخلوط کنین و بر 1 ساعت درویتان بانین و بعد از 1 ساعت که تا آب گرم بشوین. آخ کم یک دفعه می لکای رویم گم شوه، دیگه هیچ ارمان ندارم. هر جای میرم کلگ لق لق طرف مسائل داره. چی گپ است؟ اما قلمه یک کمی بیچاره پیش خود کم میایه می شرمه. ما برم این مواد زیر ترکیب کنم جور کنم داریم بانم بر 1 ساعت. انشالله که بخیر لکای رویم گم میشه. ما برم دیگه. لوی چطور سوخ میکنه؟ چلو ریم چی کده در گرفتم؟ اولما فقط که دهی مرچ گهد کده باشم. این چشمای من سوخ گرفت. چشمای من سوخ گرفت، ریم در گرفت، سوختم. گفته بود که هاوگرم بشوی. هاوگرم چی شده؟ نمیجا مونده بودم. نه در گرفت، سوخت. به خیالم که کل این لکای رویم گم شد دیگه. بسیار یک حس خوب دارم. باش که این موبایل ببینم که سلفیش چالان کنم که چطور شد. ها؟ رویم چی کده؟ چرا تو سرخ شدیم؟ خدای کمک کن. یه خو گفته بود که لکای روی تا گم میکنه، یه چرا سرخ شد؟ یه چه قسم شد بلیازش؟ خدای چه حالا که باز بد بدتر شد، اساسیت نکده باشو بکمه. اولا بخیل موادش به کفیت بودی، اما کدام اشتباه کردیم در مخلوط های ازی، چه قسم؟ حالا چطور شما بگو بلیازش؟ ما خو گفتیم لکا را گم کنه، یه از بد بدتر کرد. حالا چی شده؟ چی شده؟ حالا نمیبینی روی من؟ چقدر چیره تو نسخ شده؟ چی کدی؟ گفتم خوب باش که زمین حالت نسخ بودن برایم. یک دونه یک دونه تک ترکیبا جور کردم، مخلوطی که پاک گفتم یک ماسک جور کردم لکای روی ما گم کنه. این خوینه تا از بد بدتر کرد. چی جور کردی خدا؟ ما میفهمم. چی جور؟
او تو سوخ داره که هیچ پرسان نک یک دیگه پرخ زده نبینی سر گشته بدو بدو پدر ما صدا کن بدو بدو آقا را صدا کن که چشمه های ما سوخ گرفت چی شدی یا آقا چرا چی گپ شده سایکو بچتا بچتا سایکو چی کردی چی کردی چی کردی که باز خال مقالت بر آمد چی کردی گفتم از اون ماسک بزنم بلاکای رویم گم شد زدی کارتا کردی بیبی هر دفعه برات گفتیم 20 دفعه برات گفتیم که نزن البلا و بتر دروید اینا بازم زدی بچیم تو گلکت او گت میکنی گله و دروید میمالی خدا فیسبوک آردکت او گت میکنی آرده و دروید میمالی امین غمیر خود نمیزدی خدا فیسبوک دیدم گفت 100 فیس زمانتی جور میکنه اخ نسق بودی نسقتر شدی آقا ببرم جبغانه کساسیت نکنم راست میگه راست میگه آه ما خمش راست میگیم ما خمش راست میگیم به بدت نیستیم توستی که سر بخود هستی بخی که بریم بخی هلو سلام گرسه زرو با اخباری ساعت خوش آمدین پرنده از دلتنگی و دلدقی در داخل قفس فریاد و چیغ میزنه و پرنده باز از خوشی و مستی در پشت قفس خیزک میزنه دوستای عزیز یک بار دیگه سلام میگم به استودیوی و اخبار ما خوش آمدین موضوع این هفته ما بر ارتباط در قفس انداختن یا نگاه کردن پرنده های مسکین است برای بحث بیشتر جناب پرنده باز که خود داریم که در استودیو هستن از اینا پرسان میکنیم اینا در ضمن ازی که پرنده نگاه میکنن بساط از خود راضی هستن افتخار میکنن و در ضمن دفاع هم میکنن از کاری که کردن یا از کاری که میکنن جناب پرنده باز به استودیوی و اخبار ما خوش آمدین سلام به خودتانم سلام به بیندای عزیزتانم یک سلام سرشار از محبت صمیمیت به کسای که حیوانا را دوست داره و حیوانا را در قفس نگاه میکنه این پرنده ها را بسیار خوب دوست عزیز یعنی شما حیوانات را دوست دارین اما ای که اونا در داخل قفس هستن از آزاد نبودن رنگ میبرن او را دیگه درک نمیکنین ما بسیار خوش هستیم بسیار دوست داریم پرنده ها بسیار دوست داریم من قد دوست داریم کزمه دوستی هن چشمای ما کور شده هن چشمای ما کور شده و بید نمیمینیم کمی پرنده از ما چی میخوایه آزادی میخوایه یا کدام چیز دیگه میخوایه قربان شو نتاق جان و دیگه گناه ما هم نسنه والا هم پرنده را که نگاه میکنیم و زبان نداره که بابا بگه که من اینجا خوش هستم یا اونجا خوش هستم و ما هم نمیفهمیم که تقاضای هم پرنده از ما چیست که در کجا خوش هست شاید در بین قفص هم خوش باشه دیگه او را نمیفهم نتاقشان خب بسیار خب شما در خانه چقدر فکر کردین چقدر عقلتان را به کار انداختین چقدر منطقتان را به کار انداختین که تا ایت یک جواب جور کنین والا او همو قفص میگه نابرده رنج پنج شش هفت هشت نو نمیشه دیگه نا گفته نمانه که نه تنها که اونا را به خاطر بی‌زبان بودنشان شما نگاه میکنین و در ضمن اینا را جنگ هم مندازین نتاق جان تو چی میگی خود کل گپ اونم جنگ انداختنشان از دیگه نه جنگ انداختنشان و اینمی پرنده شدنشان است که در اون میدان پرنده میشه کل افتخار ما پرنده ما هنه یک افتخار به خود پرنده هم هست به صاحب پرنده هم هست که وقت جنگ میکنه میدان پرنده میشه صاحبش هم خوش میشه خود پرنده هم خوش میشه باز ما مقابل از او احساس داریم مقابل از او احساس داریم او را او میتیم او را دانه میتیم یک احساس مادرانه وی ببخش احساس پدرانه داریم کورا او میتیم نان میتیم دانه میتیم اگر اینی را قبول داشته باشی دیگه نتاقت چی احساس بلندی چی احساس بادرکی که او را دانه میتا او را او میتا نان میتا او را نگاه میکنه در قفص نگاه میکنه اما در داخل قفص شاید خوش باشه دیگه بسیار خوب بسیار خوب تشکر سلامت باشین Thank you, very good. Auxiliary Town, Hollywood. Good day, Aziz. Good night.